بله آقا جاهد، اینم نتیجه آزمایشات شما و خانومتون. متاسفانه شما دوتا نمیتونین بچه دار بشین. یعنی چی؟ شما چی دارین میده؟ نازان خانم مشکلی نداره، شما مشکل. باشه، پس هفته آینده منتظرتم. من به امید دیدار. میکشمت پس فتنه. آقا داری چی کار میکنی؟ چطور جرات کردی این کارو بکنی؟ آقا بلش کن. میخوام همینجا بکشمت، احمق لعنتی. میخوام همینجا بکشمت تا درس عبرتی واسه بقیه بشه. بلم کن. لعنتی. چطور جرات کردی؟ میکنم آروم باشی. بلم چی کار میکنی؟ بلم کن. این شغلو حتما از دست میدی. شنیدی چی گفتم؟ تو چندین سالو ازم گرفتی. منم اگه تو رو به خاک سیاه نشوندم اسمم جاهد نیست. شنیدی چی گفتم ها؟ آدم بی شرف. احمق پس فطرت. آقا خواهش میکنم بفرمایی. بلم کن. خواهش میکنم بفرمایی بیرون. بفرمایی آقا بفرمایی. خدا رو هزار بار شکر، به خدا خیلی خوشحال شدم. رنگ و روی بچه رو که دیدم خیلی ترسیدم. به هر حال خدا رو شکر، حتما صدقه ای چیزی داده بودیم. گرچه همش به جاهد فکر میکنم، اما هرچی بهش زنگ میزنم تلفنش خاموشه. راستش به ایگیتم که زنگ میزنم اونم جواب نمیده. آیتن خانم تو یه دفعه بهش زنگ بزن، اگه تا نیم ساعت دیگه خبری ازش نشه مجبورم به پلیس زنگ بزنم. تو رو خدا بس کن نازن. من اینجا نگران دخترم و نوامم. تو میخوای من دنبال شوهرت بگردم؟ حالا خوب شد یه کاری ازت خواستم پیری. انگار بهش گفتم برو دنبال جاهد بگرد. خیر باشه، این چرا زنگ میزنه؟ خیر باشه آقای دکتر، همین هفته پیش یه عالمه پول ریختم به حسابت، باز دیگه چی میخوای؟ نازان خانم چی داری میگی؟ اون پول که هیچی، اگه همه دنیا رو به هم بدی دیگه فایده ای نداره. بدبخت شدم. ببینم چی داری میگی؟ چی شده؟ زندگیمو تباه کردی، بیچارم کردی، همه زحمات 35 سالمو به باد دادی. تو چی داری میگی؟ گفتم بیچاره شدم، بدبخت شدم. اون شوهرت جلوی همه مریضا منو سکه یه پولم کرد. هرچی از دهنش در اومد بهم گفت و از اینجا رفت. الو نازان خانوم، الو نازان خانوم،